بر اثر سقوط یک بالون در زلاند نو، 10 سرنشین و یک نفر از گروه هدایت آن کشته شدند. این حادثه در ساعت 7:30 بامداد روز شنبه به وقت محلی در نزدیک شهر کارترتون در شمال این کشور روی داد. بعضی از مغازه‌های شهر به نشانه همبستگی با اقوام قربانیان بسته شدند. رون مارک، شهردار کارترتون، میگوید بالون سواری در این شهر خیلی محبوب است. ما هر ساله یک برنامه ملی بالون سواری در اینجا داریم. ما همه پرسنل آن را میشناسیم و حتی با آنها رابطه شخصی داریم. دلیل بروز این حادثه برخورد این بالون با کابل‌های برق و سقوط شدید آن از ارتفاع 150 متری عنوان شده است. این شاهد عینی میگوید دیدم که یک طرف سبد بالون آتش گرفت و به سرعت آتش به سمت ریسمان آن زبانه کشید. خیلی وحشتناک بود. وقتی این صحنه را دیدم به شکل ناباورانه شوکه شده بودم. انگار که خودم در آن بالون بودم. این سانحه بزرگترین سانحه هوایی زلاند نو پس از سال 1979 بوده است. در این سال سقوط یک هواپیمای مسافربری باعث کشته شدن 257 نفر شده بود.